مخالفان اجرای سیستم چند زبانه در کشور ادعا می کنند که به دلیل ازدواج های بین اتنیکی و مهاجرت های درون مرزی زبان مادری کارایی خودش را از دست داده و زبان واسطه یعنی فارسی نقش اصلی رو باید ایفا کنه. در این مورد نظر شما چیه؟ زبان مادری چی هست و کجای این معادله قرار می گیره؟ زبان مادری زبان احساس، زبان هیجان، زبان زندگی فرده. یعنی یک فرد به زبان درونی خودش فکر میکنه که همون زبان مادریشه، بعد اون فکر رو به زبان گفتار تبدیل میکنه، ترجمه میکنه و باهاش صحبت میکنه. زبان مادری زبانی که ما باهاش خواب میبینیم، باهاش خشمگین میشیم، باهاش مهر میبرزیم. تعاریف مختلفی وجود داره در رابطه با زبان مادری، اما اینکه حالا عده‌ای میگن که بر فرض ازدواج های بین گروه های مختلف صورت گرفته و زبان مادری از بین رفته، خب این کاملا حرف اشتباهیه، چون زبان مادری در اصل زبان نخسته، زبانیه که کودک با اون آموختن رو شروع میکنه، زبان اول فرده. خب حالا بر فرض شما در نظر بگیر یک خانم ترک با یک آقای کرد ازدواج میکنن، این بچه که یاد میگیره اون زبانی که میشه زبان اول، شما بهش میگین زبان مادری، شاید به این بچه زبان کردی رو یاد بدن، اون کردیه میشه زبان مادری، با اینکه مادرش ترکه. و اگر هر دو زبان رو با همدیگه یاد بگیره، این یک به صلاح بچه دو زبان است. ولی زبان اول در اکثر موارد یک زبانه و زبانیه که فرد باهاش آموختن رو شروع کرده. به خاطر همین هیچ وقت نمیتونیم بگیم که در اثر این ازدواج بین گروهی زبان مادری دیگه نقش خودش رو از دست داده، چون زبان مادری یک رابطه ایه که فرد با هویت تاریخی فرهنگی گروهی که بهش تعلق داره به اصطلاح هستش.